وقت شما به خیر عزیزانم، به برنامه با هم بسیار خوش آمدید. ممنونم که بیننده این برنامه هستید و مثل همیشه از لطف و توجه شما به برنامه با هم بسیار سپاسگزارم. این برنامه رو به اتفاق همکارم حامد جمالی در اتاق فرمان خدمت شما عرضه می کنیم. خب شما رو منتظر نگذارم، تماس ما با شکیب مصدق عزیز برقرار هست. خوش آمد میگم شکیب عزیز به برنامه با هم، خیلی خوش آمدی. سلام سیامک عزیز، سلام خدمت شما و همکارتون و تمام دوستایی که همین لحظه برنامه ما رو تماشا می‌کنن. مرسی که وقت گذاشتی و وقت دادی به این برنامه. شکیب، در مصاحبه این دفعه من خیلی از تو سوال دارم، از شکیب مصدقی که در فعالیت سیاسی سهم میگیره و دخالت میکنه تا شکیب مصدقی که هنرکده موسیقی برپا میکنه، آلبوم میسازه، تو تظاهرات هست، کلیپ درست میکنه. راجع به همه اینا میخوایم صحبت کنیم، اما هنرمند وصل میشه به شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خودش و شاید هیچ وقت افغانستان اینقدر در شرف تحولات غیر قابل تصور و غیر قابل انتظار نبوده. اوضاع چطور به نظرت؟ چی پیش میاد؟ طالبان برمیگرده یا بازگردانده میشه؟ چه اتفاقی میفته توی جامعه؟ به نظر من اتفاق خاصی که به نفع مردم باشه قرار نیست بیفته، همینطوره که در 40 سال نیفتاده. فقط بازی ها عوض میشه، فقط نوع و انواع جنایات و کشتار و جنگ ها و معاملات یا معادلات تغییر میکنه. من زیاد خوشبین نیستم به آینده افغانستان به این منوال که امروز پیش میره. خب اوضاع معلومه ناامید کننده است در جاهایی، در جاهایی هم خب جنبش هایی هست، اعتراضاتی هست، حضوری هست، ولی یک چیز خیلی به چشم میخوره و اون ناامنیه. مداوما ما میشنویم کسی رو ترور میکنن. از چند هفته گذشته به این طرف چندین خبرنگار فعال اجتماعی ترور شدن، از یما تا فرشته تا ده ها نفر رو میشه اسم برد که اتاق فرمان هم عکسش رو داره حتما نشون میده. او چیه ماجرا؟ موضوع کمی پیچیده است سیامک جان. من نمیتونم به قاطعیت بگم دقیقا داستان از این قرار، به دلیل اینکه افغانستان کشور به اسطلاح میشه گفت که یک کشور بیدر و پیکر است که در افغانستان هر جنگ نیابتی اتفاق میفته، جنگ اطلاعاتی اتفاق میفته، جنگ قومی، جنگ مذهبی، جنگ زبانی، جنگ، اینقدر این جنگ ها زیاد و پراکنده است، اینقدر جریانات پراکنده زیاد وجود داره، اینقدر واقعی یعنی کثرت اتفاقات و واقعی باعث میشه که آدم گیج باشه، نتونه با قاطعیت بگه که چرا این کار هست، چی ازه پیش میاد. ولی خب من میتونم مثلا نظر خود بگم در این مورد. ما در این یک سال اخیر فکر کنم چیزی در حدود 23 نفر از فعالان جامعه مدنی یا خبردار بودن یا فعال حقوق بشری بودن با طرز دیدهای مختلف، یعنی نمیتونیم بگم مشخصا مثلا ما داشتیم مثلا خانم فرشته که ترور شد خانم مذهبی هم بود دیگه، خانمی بود که روسری داشت و دفاع میکرد از مسئله مذهبی، چیزی نبود که بگیم که، ولی خب موضوع وزن را مطرح میکرد. یا مثلا یک بخش از یعنی اشخاص مختلف با دیدگاه های مختلف مثلا ترور کردن یا خبرنگار را دونم. به نظر من منشأش یک آدرس نمیتونه باشه، ولی همه میتونن باشن. به نظر من طالب بخش از عوامل داخلی دولت و زورمندان، تفنگ سالاران، مذهبیون صاحب قدرت در افغانستان، همه از اینا دخیلن در این ترورها به نحوی. خب این نکته معلومه پیچیدگی‌ای داره. همه این افرادی که ترور شدن همه توی یه خط و یه جهت و به لحاظ سیاسی هم یک موضع نیستن، اما هر کدوم یک کرکتری هستن و زده میشن، از خبرنگار تا کسی که اشاره کردی، اصلا یه فرد مذهبیه ولی یه جریان
که گفته میشه بی نامانشان ناشناس ترورش میکنن، یه ما رو بمب مغناطیسی گذاشتن تکه پاره کردن. و خب اینها معلومه یه تکنیکی باید باشه، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه افراد ناتوانی هستن یا به اصطلاح خیلی آماتورن، معلومه یه کار پیچیده است در جامعه صورت میگیره. ببینیم به نظر من در افغانستان یک وضعیتی است، طالبان همیشه بر اساس یعنی بر اساس ترور و حذف بودن حضور داشتن، نه کشتار. این یک چتر پوششی خیلی خوبیه که تحت نام عنوان طالبان هر کسی بتونه دست به ترور بزنه. الزاماً مثلا بیمانان است که بگیم که طالبان ترور کردن یا نکردن. طالبان عامل اصلی نامینی در افغانستان هست بدون شک، و زیر این چتر هر اتفاق ممکنه بیفته. خب ممکنه بخشی یا مثلا کسایی یا زورمندای در دولت باشن که دوست نداشته باشن صدای کسی رو که اعتراض میکنن یا کسی که دادخواهی میکنه، صدای مخالف خود حذف میکنن، مذهبی صدای مخالف خود حذف میکنه، طالب صدای مخالف خود اینجوری حذف میکنه، هر کدوم از اون به نحوی. و در این حذف و حذف کردن یکی به گردن یکی دیگه میندازه. شما تصور بکنید طالبان مدت زیادی است که هیچ نوع به اصطلاح عملیات انتحاری یا انفجارهایی که در افغانستان میشه موقع نمیگیره، میگه کار من نیست. و این برات دادن خود از این وقایع باعث میشه که آدم بیان موضوع فکر بکنه. طالب نیست پس کیست؟ طالب است، ولی طالب خب فقط طالب نیست، طالب داعش است، طالب بخش از دولتی ها هستن، طالب مذهبی ها هست، طالب چندین گروه های تروریستی خارجی در افغانستان هست. اینا همه تحت پوشش این چتر ناامن ساختن، این چتر آنارشی که طالبان ایجاد کردن در افغانستان هستن و حضور دارن. پس هستن، فقط چیزی که اتفاق افتاده حال فعلا و قبلا اینطور نبود. قبلا با کشتن و اینطور بیشتر قبل از توافقنامه بین آمریکا و طالبان بیشتر نظامیان خارجی هدف بودن، بیشتر نظامیان افغان هدف بودن. حالا مشخصا عده ای از روزنامه نگاران و فعالان مدنی هدف هستن. خب معلومه طالبان قراره با دولت به توافق برسن، معامله بکنن با آمریکا و فلان فلان، بیان وارد عرصه قدرت بشن در افغانستان. دیگه قرار نیست در افغانستان ما زیاد لاف آزادی بیان بزنیم، یعنی باید از همین لحظه ترور روزنامه نگاران بی معنا هست. از همین لحظه آدمایی که میتونن فردا بیایم در این مورد بگن واو چی شد این دستاورد ما چی شد، یا مثلا مدافع یا حامی آزادی بیان باشن، کم کم قبل از اینکه اون جنازه به اصطلاح متعفن آزادی بیان رو دفن بکنن، اول حامیانش رو دفن بکنن بعد از اون دفن. یا مثلا فعالان مدنی مثلا حقوق زنان نمیفهمم، حقوق اطفال، یا مثلا حقوق آزادی های اقلیت های جنسی و مذهبی و مسائل، قبل از اینکه اینها رو جمع بکنن فرششون و فرش آدم هایی که پشت این جریان هستن میخوان جمع بکنن دیگه، یعنی شرایط میخوان آماده بکنن که وقتی که طالبان در دولت سهم گرفت در افغانستان رو و همه با هم نشستن قدرت تقسیم کردن، اون زمان سرصدای زیادی از این طرف اون طرف نباشه. خب خیلی جای یعنی بحث یه جایی رفت که باید میرفت. وقت بازگشت طالبان اینطور نیست که یک باره اتفاق میفته، به مرور قوانینی عوض میشه. مثلا قرار بود وزارت معارف اصلا مدارس از صنف 1 تا 3 رو تحویل مسجد بده، اعتراضات اجتماعی حتی درون احزاب جهادی هم قابل قبول نبود، اینو پس زد. بالاخره یه بهانه هایی آوردن و تموم شد، یعنی آخر سر دیدن نه نمیشه به این سرعت، نمیشه آموزش پرورش رو تحویل طالبان داد. در کنار اون مثلا در شهرهایی که مرکز هنر و ادبیات و غیره بوده مثل هرات مثلا، کابل، میبینیم که یه اتفاقاتی میفته، یه آدمای مداومن ظهور میکنن، فتوا میدن، فشار بر زنان بیشتر میشه، فشار بر دانشجوها بیشتر میشه، مدارس قرآنی گسترش پیدا میکنه، نمیدونم شرعیات، دانشکده شرعیات قدرتش بیشتر میشه در دانشگاه کابل. به جان
سینما میافتن، به جان هنرمند میافتن، این فضا رو چطور توضیح میدی؟ طبعیه که بخشی از این چیزها را قراره که اگرچه نبود به معنا هم ما در این 20 ساله گذاشتم، اگر بخوایم کمک دقیق نگاه بکنیم زیاد هرات با این که شهر علم و فرهنگ گفته میشه، ولی هرات زیر سیطره مولای مجیب الرحمن است که از عوامل سعودیه، هرات زیر سیطره جمهوری اسلامی. اینا این شهر هنر فقط در حد نمیفهمم 4 تا شاعر یا 4 تا خواننده یا 4 تا کی میتونن میبینن در، ولی بیشتر مذهب درای بوده بدون مسئله طالبان رشدش بوده و قدرت داره مذهبی بیشتر از نمیفهمم اهالی فرهنگ و هنری مسائل ترور کردن هست کردن فرایی هم دارن. حال بیشتر قراره بشه، بیشتر به معنی قرار بشه دیگه شرایط کمک ایدئالتر برای طالبان بشه. شرایط فعلی ایدئال مذهبیون صاحب قدرت هست در افغانستان، یعنی شرایط شما فقط در کابل، در کابل فقط در میتونید در یک بخش بسیار کوچکش ببینید که یک ذره آزادی مدنی وجود داره، یک ذره نمیفهمم یک زن میتونه روسری نباشه، یک ذره یا مثلا برنامه فلان موسیقی برگزار بشه، ولی در سر تا سر افغانستان چنین خبر نیست. شما حتی کنسرت ما در هرات ما چندین بار فکر کنسرت امکان نداره، نمیشه، یا اتفاقات وقایع هنری دیگه از این قبیل کنه، فقط در خود کابل میتونه باشه. این وضعیت کنونی ایدئال مذهبی اون است، ولی ایدئال طالب هنوز نیست. خب میخوان ایدئال طالب میکنن یک بخش کوچکش ما دونارم بعد حل و فصل بکنن بزنن نکنن پس برگردیم به دوران طالبان. خب شکیب، اخیراً یک شخصی رو که گفته میشه به ترانسجندر هست به شدت مورد ضرب و شتم قرار دارن، صبور هراتی، و خب واقعاً یه ضایعه است توی جامعه، یه فردی که آزارش به کسی نمیرسه، جنسیتش با من و دیگری فرق داره، هجوم به این فرد، هجوم به یه بینشه، هجوم به یک حقه، هجوم به یه آزادیه، هجوم به اینه که همه چیز تحت کنترل ماست، حتی جنسیت شما. این موضوع رو میخوام از خودت بشنوم با توجه به اینکه خیلی هم به این مسائل چشم داری و دقت داری روش. متاسفانه در پلوی مثلا زنان، کودکان، اصلا کل انسان هایی که در افغانستان هستن به نحوه هر روز کوچکترین حق و حقوق اولیه خود ندارن، نداشتن و هر روز مورد انواع و اقسام خشونت ها و قتل ها و کشتار قرار میگیرن، اقلیت های جنسی هم در افغانستان متاسفانه یکی از مظلوم ترین و تحت ستم ترین قشر جامعه هستن. LGBTQ ها که میتونه ترانسجندر باشه، میتونه یعنی هر گرایش جنسی که داره، به دو یا سه دلیل اینا وحشتناک تحت ستم. دلیل اولش خب مشخصه دیگه، در کشور مثل افغانستان این پدیده از میگه مذهبی و دینی پذیرفته نیست، پذیرفته نشده، یا شما باید مرد باشی یا زن باشی، یک زن باید مرد، در غیر صورت حکم قتل شما صادر شده، فرق نمیکنه. یعنی دو، عدم آگاهی مردم هست. سه، عدم آگاهی خود این اقلیت های آدم های در اقلیت. اون کسی که ترنز هست نمیتونه توضیح بده خوده من ترنز هستم، نمیتونه از نگاه علمی تشریح بکنه خوده، نمیتونه بگه که میای مثلا من دیدم میام میشینم بگه که ببینین من خدا اینجوری خلق کرده، من یک مردم که در یک زن بودن نامه یا من یک زن اومدم، اینطوری نمیشه. باید اول باید خود از اینا به آگاهی برسن، ببینن اول پیدا بکنن، این خیلی مهمه، جنسیت خود پیدا بکنن دیگه، تعریف شده زنی مردی نمیفهمم ترنسی چیز LGBT که اونا تعریف شده است. خب یک نهاده یا اشخاص باشه که برای اینا آگاهی بده، اول اینا خود از اینا بتونن خود تعریف بکنن، بگن آقا من گرایش جنسی من اینه و من یک انسان و طبیعی حق من هست، نه من مریضم، نه نمیفهمم خدا زده یا نمیفهمم بیمارم، نه هورمونا میتونه، خب من یک انسانم، اینطوری هیچ آسیبی به هیچ کس من نمیرسونم،
این گرایش جنسی است. یه راست نگاه علمی بتونن خودشان توضیح بدن، وقت مردم به آگاهی بدن، به مردم بفهمانم که عزیزان این آدم مرد دوست داره زن باشه، لباس زن. خب این چه ایرادش چیه، مشکلش با تو چیستن، چی تصادم و تصادف با تو داره، در با زندگی تو داره، اینا رو باید با آدم یاد بدیم. ولی خب میمونه بخش مذهبی و بخش احکام مذهبی اینا، که اونا با اونا اون توجیه وجود نداره. متاسفانه احکام مذهبی وضعیتش مشخص دیگه، زیاد نمیشه محافظت کرد از به اصطلاح اقلیت های جنسی در افغانستان متاسفانه، به هیچ عنوان، به جز اینکه اول خودنا به آگاهی برسن، دوم که مردم آدم آگاهی بدن. خب شکیب، الان خودتو برای کسایی که رفتن و صبور هراتی رو تا سرحد مرگ شکنجه دادن، تا گفته شد جونشو از دست داده، امیدوارم که سرد نداشته باشه، بعضی ها گفتن نه هنوز زنده است، ولی اون رو بارها و بارها کشتن در واقع، این واقعیته. تو پیام چیه برای خود صبور، برای جامعه ای که میبینی با چه هنجاری روبروه و تکلیف خودشون نمیدونه؟ من برای آدم های مثل صبور و صبورها میخوام بگم که آفر، میخوام بگم شما قهرمانید، شما زجر و دردی ره که شما کشیدین هیچ کسی نکشیده، به هیچ جرم و گناهی نکرده. در کشوری که یک رهبر جهادی و مذهبی و نمیفهم تکنوکرات و چپ و راستش جنایت میکنه، آدم میکشه، ده ها صد ها هزار انسان میکشه، بلند به بالا میگرده، تمام مردم دستبوسش هستن و دوست دارن، یک آدم مثل صبور و صبورها و میزم سال عمر میان این رقم شکنجه میکنن، زجر میدم به جرم هیچ جرمی که نکرده ولی در حالی که جنایتکار رو جدان زندگی میکنن و شاخ شاخ میگردن و همه اینا دوست دارن. من کاش میتونستم از دستم کارو بیارم محافظتشون، کاش میتونستم، ولی من همیشه تمام تلاش خودم میکنم. من همینجا اعلان میکنم هر چی میخوان در مورد من بگن، این چیزی است که در افغانستان هیچ کس شامت صحبت کردن در موردش نداره، ولی من میخوام بگم من شکیب مصدق حامی تمام اقلیت های جنسی هستم از افغانستان جان، هر چیز میخواد باشه، ترنس باشه، نمیفهمم گی باشه، لزبیان باشه، این باشه، آن باشه، آن باشه، من به هر طریقی که شده از طریق آهنگ، از طریق آگر سیزم حمایتشان میکنم، کنارشان هستم تا جایی که امکان داشته باشه، دوست دارم هر کار دستم بیا انجام بدم. هیچ باکی هم از این مثلا ندارن که من بگن که تو خودت نمیفهم زنی مرد این که همیشه میگنم. یک دوی که خطاب مردم است که هنوز متاسفانه نپذیرفت. ما در جهان داریم زندگی میکنیم که دیگه واقعا 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 ما از پشت کدوم کوه آمده باشیم که یک صبور به خاطر جنسیتش و به خاطر نوع پوششش و نوع رفتارش ما رو کتک بزنیم، در حالی که دوز جنایتکار قاتل بر ما سواری داره میکنه. تو شرف و وجدان اگه داشته باشی انسان بخواد فکر میکنی، تو حیوان اگه زور، اصلا حیوان هم بدتری، تو زور اگه داری، تو زور تو به یک مظلوم نشان نده، برو به آدم نشان بده که تو احمق بلای سر تو آورده که اینجا یه همچین حیوان، یه همچین احمقی بار بیایی که بتونی یک آسیب برسونی به یک آدم مثل صبور. برو یخن اون آدم هایی رو بگیر که با کشتار و جنگ در اون افغانستان، بر اگه زور داری با اونا برخورد بکن که تو و هفت پشت تو رو این دور وحشی با بار آوردن. بسیار خوب شکیب، یکم باید یکم از راجع به مسائل اجتماعی صحبت کردیم، ولی حرف میگن حرف میاره اینا. خودتو اگر میتونستی در افغانستان باشی، در کابل باشی یا در هرات باشی یا هر جایی، اگر اونجا قرار داشتی و حداقل امنیت داشتی، چه کارهایی میکردی؟ من تمام کارهایی که اینجا انجام میدم اونجا میتونستم انجام بدم. من وقتی که افغانستانم بودم، اواخر هر باره که من رفتم، از تظاهرات گرفته تا اجتماع و دادخواهی که اینها انجام، اگر در کابل باشم باز هم انجام میدم، اگر بارم باز هم انجام میدم، اگر فرصتش باشه باز هم کار میکنم. خب الان شکیب کارهای جدیدی در دست داری؟ من
میخوام حتما راجع به اونا صحبت کنیم. اما یک ابتکار جدید هم که در نوع خودش واقعا قابل توجه و قابل تقدیر هست، یک هنرکده درست کردی و به نام هنرکده شکیب مصدق. و هنرجویان، کسایی که میخوان در این رشته بیاموزند، بیاموزانند، حضور به هم برسونند رو یه جا جمع میکنی. میخوام این کار و این ابتکار، این هنرکده رو معرفی کنی. ما اخت از افغانستان برگشتم در هامبورگ همراه با یک دو سه از رفقا ما یادگار به یک دو نفر دیگه تصمیم گرفتیم یک هنرکده در هامبورگ ایجاد بکنیم. هنرکده در هامبورگ ایجاد کنم و فکرش پشت این هنرکده هم این هست که اون جهانی رو که ما روزه دارم باشه و در آینده ها جهان اینطوری داشته باشه و حداقل ترسیم کردم در هنر کردن یک فضای بیمرز، بی جغرافیای، بی قواعد و قانونی از قبل تعیین شده، نظم نمیفهم فلان فلانی که در اینجا هنرمند، شاعر، نویسنده، موزیکسیان، هر کسی از هر زبان و کشور، آلمانی، ایرانی، کرد، عرب، عجم، هر کسی که هست میاین اینجا جمع میشن، هر کس ایده داره، ایده خور با هم تقسیم میکنن. مثلا یکی میگه من میخوام یک فیلم بسازم، خب من اگر فیلم دارم من میگم خب من موزیک فیلم تو بسازم، میگه من فیلم برداری برات میکنم، اون میگه من ایده تو میکنم، همچنان تو میشه میچ خیلی تو نقاش هر کس هستی. ما گفتم که تنها جایی رو که میتونیم داشته باشیم کنار هم دیگر با هم کنار هم دیگه تقسیم، بدون مرز، بدون در نظر داشته هیچ چی میگن قاعده و قانونی، بتونیم کنار هم هنر و مبارزه از طریق هنر بپردازیم. هنرکده ایجاد شد و در این مدت تقریبا 3-4 تظاهرات های در برلین برگزار شد، در اینجا در یک پرفورمنس تو متجاوز هستی مقابل کنسولگری روسیه در هامبورگ، هنرکده با همکاری اوسیان برگزار کرد، دو تا تظاهرات بر علیه بسیار رفتار فاشیستی سربازان یا مرزبانان جمهوری اسلامی هنرکده با همکاری خانه فرهنگ برگزار کرد. ما یک برنامه به نام زنده باد صدا داریم، مصاحبه پخش میکنیم، آهنگ، ترانه، نمیدونم ایده ها از هر کسی دیگه منتشر میشه و این کارا داره انجام میشه در هنرکده. خب به کجا میبری هنرکده رو؟ یعنی یه پلن داری براش یا اینکه خودش روزمره موضوعات پیدا میکنه و به کارش ادامه میده، علاقه مندانی میان و بالاخره تأثیر روش میذارن، یا اینکه نه تو یه پلن داری و میخوای به یه جایی برسه، یه کاریه که پله پله واسه جلو بره؟ من دوست دارم هنرکده در افغانستان هم ایجاد بکنیم، در ایران، در هر جایی که ممکن باشه این سقفه گسترش پیدا بکنه در هر جا و ما برسیم به یک جایی که حداقل آدمای مثل ما، حداقل هنرمندان، حداقل آدمایی که مترقی هستند یاد بگیرن که با هم، کنار هم، گروهی، در پهلوی هم کار بکنیم و همدیگر را حمایت بکنیم، پشت سر همدیگر استاد بشیم. این سقفی است که دوست دارم گسترش پیدا بکنم. کسایی که با خودت همکاری دارن نقشی توی این به اصطلاح خود هنرکده مثل منیجمنت کردنش، مدیریت کردنش اینا دارن یا خود تو باید این کار رو انجام بدی؟ ما یک تیم تقریبا دو سه نفریم. یادگار یادی دوست من، این مدیر بخش مدیریت هنرکده رو به عهده داره، بخش به اصطلاح موسیقی، یک بخش از کار موسیقی و هماهنگی با هنرمندان مثلا احسان به عهده داره، ولی بخش عمده شو من یعنی من روزانه یا شبانه، یعنی در 24 ساعت 10 ساعت 12 ساعت بیشتر
در هنر کردن مصروف هستم، ولی باز بچه ها کار دارن، کار بیرونی دارن، سرزده میان روزی یک ساعت یا دو ساعت، دو ساعت که بیان باز اونا برنامه و کارهای خود پیش میبرن، ولی بیشتر کارها با خود من هست. خب شکیب، قفس را بسوزان یکی از آلبوم های توئه که به یه شکل ویژه ای تو سراغش رفتی. اولین سوال من اینه که چرا با تظاهرات این شروع شده؟ کلن توی فرانکفورت توی تظاهرات برگزار کردی و میکروفون به دست توی خیابون با بند و بلنگو و غیره و تعدادی از همراهانت یه راهپیمایی را انداختی. چرا این کار کردی؟ داستان قفس رو بسن، یعنی چی شده؟ در این مدتی که در هنر کردن فعال هستم تبدیل به یک سبک شده. اول در مورد یک اتفاق که می افتاده، یک آهنگ ساخته میشه میخونه، یعنی اتفاقی اتفاق افتاده پیش این شده. بعدش مطابق نشر این آهنگ فراخوان برای تظاهرات داده میشه. مثلا در مورد سوزاندن پناهجویان افغانستان که در ایران سوخته سوزانده شده با ماشین داد. نه؟ در مورد من یک آهنگ ساخته بودم که متصل به موضوع جورج فلوید در آمریکا بود، نفس نمیتوانم آب بیاک سوخته. این آهنگ پخش شد، بعد تظاهرات برگزار کردیم به خانه فرهنگ افغانستان دبلی، فراخوان تظاهرات پخش شد، رفتم تظاهرات، این آهنگ خانم فیلمی پخش شد. بار دوم موضوع چی شد؟ پرفورمنس شد آهنگ تو متجاوز هستی. در مورد مثلا خشونت علیه زنان بود، این آهنگ چیز پخش شد، باز ما رفتم مثلا تظاهرات شد به ویدیوش، یعنی دو سه اتفاق افتاد. قفس را بسوزانم دقیقا همین شد. تظاهرات یا اعتراضاتی بر علیه در دفاع از زندانیان سیاسی برگزار می شد به نام قفس را بسوزانم. این آهنگر ما ساختیم با رفقا، آهنگر پخش کردیم، بعد سپس فراخوان خود تظاهرات پخش شد، قفس را بسوزانم و بعد داخل تظاهرات اجرا کردم و یه اجرا ویدیو شد و ویدیو پخش شد. یعنی ما واکنشی در برابر وقایع و اتفاقات رفتار میکنیم و اتفاق میفته دیگه. یعنی ممکنه هر اتفاقی میفته در موردش آهنگی ساخته بشه، بعد تبدیل تظاهرات بشه، تظاهرات ویدیو بشه و پخش بشه. یعنی اتفاقی دل شده. ولی کاری که توی فرانکفورت انجام دادی مشخص در چه موردی بود؟ کاری که در فرانکفورت بود، عده‌ای از رفقای ما، دو رفقای مترقی در اینجا هستن، اینا در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی این تظاهرات را برگزار کردن. من هم یکی از یعنی شامل این حلقه هستم و می‌خواستیم صدای زندانیان سیاسی که به خاطر باورهایشان، به خاطر دیدگاهشان، به خاطر مبارزهشان اعدام میشن، به زندان انداخته میشن، میخواستیم صدای از اونا رو به گوش جهانیان برسونیم. میخواستیم برای مردم حداقل آلمان، مردم همین اتحادیه اروپا، همینایی که سکوت میکنن به خاطر منافع اقتصادی و منافع سیاسی خود با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با اینا بفهمانیم که جنایات از قبل برای اتفاق میفته و صدای زندانیان سیاسی باشیم در اروپا. خب شکیب، دو دوره به اصطلاح یورش کرونا به جامعه اتفاقات زیادی افتاد، به ویژه برای جامعه هنری یه محدودیتی بود که واقعا به یه فشار مضاعف کلن تبدیل شد، به ویژه مثلا هنرمندان شبیه خودتو که کاراشونو میبرن توی تظاهرات، توی میتینگ ها، توی نمیدونم تجمعات اعتراضی، میخوان اونجا باشن، حمایت کنن، دیده بشن، یه فضای هنری اعتراضی ایجاد کنن. خب تو با اشکال مختلف این کار رو در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین و که خودت اشاره کردی در یکی از میدانهای مرکزی شهر همین رو برگزار کردی، ولی خود دوره کرونا چطوری باش کنار اومدی خودت؟ راستش کنار نیومدم. من دوره کرونا دوره خیلی بدی حداقل برای من خیلی خیلی، ولی خب موضوع تظاهرات اعتراض قبل از مسئله کرونا من
شاید بم 10 سال که با ایمان بودم، بخش از عمر ما در خیابان ها و در اعتراضات و آهنگ خواندن در تظاهرات ها گذشته. به این دلیل این چون به اصطلاح کارم بود، به دوره کرونا همچنان ادامه تانستم شد. قبل از کرونا کنسرت و چیزا امکاناتش بود کنسرت بذارم، ولی الان دیگه وقت کرونا امکانات کنسرت نبود. ولی به هر حال فقط تنها امکانی که مانده بود امکان تظاهرات و بسیار محدود همیشه زیاد، یعنی مثل گذشته وقتی فراخوان میدارم زیاد اشتراک میکنن دیگه، الان به خاطر کرونا نمیتونم. بعد پلیس میگه 100 نفر بیشتر اجازه نیست وزیر سایه. خب این فشار مالی سنگینی به تو وارد میکنه. کرونا به نظر من به حوزه هنر و هنرمند آسیب خیلی جدی و درست زیاد رسونده از هر لحاظ. خب این فشار رو چطور باید جبران کنی؟ چون به لحاظ مالی هم امکاناتی اگر برای تو فراهمه، همونا رو هم یه جورایی اصلا کلا درو کرده از من رفته. آره خب ما هزینه های کرایه هنر کرده و هزینه های زندگی و کار و خیلی سخته. شاید دوست ندارم آدم چی کنه، ناله و گله بکنه، ولی خب دیگه رفتیم زیر بار قرض و قسط و جریمه. عجب. ببینیم چی میشه. خب شکیب، ما یک کلیپ از تو داریم که میخوایم اون رو پخش کنیم، اما دوست دارم حرف آخر خودتو بشنوم که اوزار رو در آخرین لحظات چگونه ارزیابی میکنی برای کار هنری خودت، برای بینندگان خودت، برای کارهایی که بارها و بارها اعلام کردی اینها مجانیه، برید بردارید، برید گوش بدید. اینا رو میخوام از زبون خودت بشنویم. من تا جایی که توانایی داشته باشم، تا جایی که نفس داشته باشم میخوانم و هستم و امیدوارم که این دوره کرونا، امیدوارم این ناامنیایی که در جهان هست، این ناامنیایی در افغانستان هست، چون ممکنه برام افغانستان شرایط دیده میبین، باعث نشه که ما متوقف باشم از زمان. ولی تا زمانی که چیزی رو متوقف نکنه میخونم و اگه میتونم دوست دارم بشنوم، بازم لازم نیست کس پولی بپردازم، چون معتقد بری هستم وقتی که من دادخواهی میکنم، مبارزه میکنم و دن از عدالت خواهی میزنم، خب از این بابت قرار نیست کسی پولی چیزی بگیرم. حالا خواننده های مارکت حق دارن، کارشان همی است پول باید بگیرن، ولی من انتظار ندارم که از آنگام که مردم میشنن پولی بدن. خب نکته آخر شکیب، راه های پیدا کردن خودتو زیاد سخت نیست. در تلگرام یک کانال رسمی داری به نام کانال رسمی شکیب مصدق، یک کانال هست به نام دوستداران شکیب مصدق، در یوتیوب هم همینطور، و کجاها هستی که بینندگان ما همین الان برن و سرچ کنن و فالو کنن تو رو؟ صفحه یوتیوب، یوتیوب هنرکده شکیب مصدق رو دوست دارم که دوستا اگر فالو بکنن خیلی خوب خواهد بود. کانال یوتیوب و همینطور در تلگرام هم کسی. بسیار ممنونم شکیب، با هم به کار تو در خیابانهای فرانکفورت میپردازیم و اون کلیپ رو از ابتدا تا انتها با هم میبینیم. ممنونم که تو این گفتگو شرکت کردی. آرزو موفقیت دارم برات. سلامت باشی. قفس را بسوزان، بیا در خیابان، صداشو بلرزان تو بنیاد زندان. نه تیر و تناب و نه کشتار آسان، فقط حق انسان، فقط حق انسان. نترسی نترسی، ما
نترسید نترسید، باید آنها بترسند، هستیم در کنار زندانیان دروند. بترسید بترسید ای صاحبان زندان، آمدیم در خیابان بشکنیم قفل زندان. بترسید بترسید ای صاحبان زندان، آمدیم در خیابان بشکنیم قفل زندان. بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. بگو گرسنگان را از گلوله نترسان، بنیاد نظام را در خیابان بسوزان. من و تو هم صدا با صدای بی صدایان، بشکنیم از خیابان دروازه های زندان. ها دی انترنسیونال سولیداریتی، ها دی انترنسیونال سولیداریتی، ها دی انترنسیونال سولیداریتی، ها دی انترنسیونال سولیداریتی، ها دی انترنسیونال سولیداریتی. زنده باد روز قد جدال است، آخرین رسم ما انترنسیونال است، نژاد انسان ها. روز قد جدال است، آخرین رسم ما. لچاو بلچاو بلچاو چاو چاو درس نداره کم نمیاره، هستم تا جان در تن داره. یک بار دیگر میگذارم اصلا در یک جنگ نابرابر. هزاران سرباز خون شده مرز و غم نامعلوم تری که تبدیل به این جنون شده. سیاست میکشد عشق را، منی که بیمز عاشقت هستم. مهاجر هستیم و یک قصه ما، تو در منی و من قایقت هستم. عاشق تو به دلیل به حد و خط و مرز، بشکن سکوت را از مرزانت هست. بسر بریده تو، بسر بریده من، که خدا از این جماعت سر به خطا نداره.
دوره با عشقت همراه شد، جهان مرز ندارد، ما با هم میلیارده، آنها چند هزارد که بر ما سوارد. آن طرف تر دارد پاش سمسای فرشته خوشنام مرگ از رای ترکیه، دولت دکتاتور پنهان است، سرگرم سرکوب مردم کردستان است، جای امن ترورستان پاکستان است، مدرسه های تروریستی در امان است، در میان اتم هند و پاکستانی مردمان هر دو کشور در غم نوان است. امریکا را چه بگم جاندارم جهان است، آنچه عیان است چه حاجتش به بیان است، استعمارگر پیر و گرگ مهربان است، از اتمش هیروشیما یک بیابان است، اصلا بگذار بگویم فرقی نمی کند، آسیا و آفریقا، اروپا، آمریکا، جهان ما امن است، از درون ویران است، کلید عقل در دست چند مرد دیوان است. فش رها شو، بپا شو، بلند شو، صدا شو، با خشم و غرورت، با عشقت همراه شو. گفتگو با شکیب مصدق عزیز رو دیدید و شنیدید. این شماره تلفن ماست که بون اشاره میکنم، همین حالا با همین شماره تلفن ما در دسترس شما هستیم، با همین شماره تلفن واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، همین شماره رو در تلفن خودتون ثبت کنید و همین حالا با ما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید راجع به هر چیزی که دیدید و شنیدید. اما میخوام به موضوع مصاحبه جواد ظریف با مدیر تلویزیون طلوع در افغانستان آقای نجفی زاده، لطف الله نجفی زاده، راجع به این کوتاه با شما صحبت کنم. این ویدیو کلیپ و گفتگوی 50 و چند دقیقه است، طولانیه، دارای مشخصه های معینی از سیاست فریبکارانه و دروغگویی سیستماتیک جمهوری اسلامیه. این موضوع فقط مختص جواد ظریف نیست، این کل این نظامه. در مورد افغانستان دروغ میگه، در مورد رابطش با طالبان دروغ میگه، در مورد بردن 5000 نفر به جوان به از افغانستان به سوریه دروغ میگه، راجع به لشکر فاطمیان دروغ میگه. ببینید 2000 کشته نصیب لشکر فاطمیون شده و افرادی رو دستگیر کردن در ایران، از کمپ‌های مختلف پناهندگی به ضرب و جور بردن، یه تعداد هم با پای خودشون رفتن، اصلا تردید در این نیست. ولی ما باید این مصاحبه رو بشنویم تا من نکاتی هست راجع به اون بگم. اینقدر خود این دروغ زمخت و ناهنجاره که احتیاج به معرفی نداره، یعنی کسی نمیخواد بره یک سندی بیاره بگه که مثلا ماست سفیده، احتیاج نیست، ماست میبینن میگن سفیده. ولی وضعیتی که محمد جواد ظریف توش قرار گرفته همون وضعیتی که جمهوری اسلامی توش قرار گرفته. من میخوام راجع به اون نکته با شما صحبت کنم. این کوتاه از کل اون مصاحبه 50 و چند دقیقه ما چند دقیقه رو انتخاب کردیم که با هم میبینیم. چرا افغان ها را آقای وزیر و سوریه میفرستین برای جنگ؟ ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. 25000 افغان فرستادیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. ببینید کسی برای یک کشور دیگه نمیره یک کشور ثالث بجنگه. افغان برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب، کما اینکه از عراق رفتن، کما اینکه از جاهای دیگه رفتن. شما تسهیل کردین، ما صلاح دادن، ما کمک کردیم در سوریه،
برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست. این داعش از یک طرف میگن افغان ها خودشون باید تصمیم خودشون خود تصمیم گرفتن، ما نبردیمشون، صلاح دادن برشون. ببینید در کجای دنیا برای مهاجر اینها در پایگاه های خودشون، در سنگر های خود، اما اینا به خاطر اعتقادات خودشون رفتن، دعوت کردن شما در پایگاه های خودشون، در سنگر های خودشون پرچم افغانستان و عکس رئیس جمهور افغانستان بعضن داشتن و اینها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشه میتوانند با سابقه رزم با تروریست ها و داعش کمک دولت افغانستان برای چی؟ برای مبارزه با داعش، مبارزه با ترور و حفظ امنیت افغانستان در درون افغانستان؟ هر جا که دولت افغانستان کجا هست این نیروها؟ اینها خیلیشون مشغول زندگی عادی هستن، چون الان که جنگ، الان خطر از در واقع اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از اینها برگشتن زندگی میکنن، کار میکنن. کجا؟ ایران؟ ممکنه ایران باشن، ممکنه ایران نباشن. ما چند هزار نفر هستن؟ میدونم؟ من همون عددهایی که شما میگید رو شنیدم. 25,000. چقدر؟ 25,000. 5,000 من شنیدم. 5,000. 5,000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2,000 نفرشون در سوریه باشن. در کجای دنیا شما که پیشتر گفتن کارشناس روابط بین الملل هستن دیدین که از مهاجر ملیشه بسازه بفرسته به کشور دیگه؟ ماهیر ما ببینید، شما یک مفروضی میگیرید که این مفروضتون درست نیست که از مهاجر کسی ملیشه بسازه. اولا که خیلی از اینها اصلا مهاجر نبودن، از خود افغانستان اومدن رفتن اونجا، کما اینکه ممکنه از جاهای دیگه هم رفتن. پس ما بخوایم سلاح بگیرم مرا بفرستین سوریه؟ شما وقتی رفتی سوریه ممکنه به اصلاح بدی. اینجا سلاح نمیدن. بری شما که اینها رفتن سوریه، در سوریه برای مبارزه با داعش پیوستند به نیروهای مبارزه با داعش، ما هم هیچ بدون رودربایستی از نیروهای مقاوم در برابر تروریسم، در برابر افرادگرایی حمایت کرد. چقدر تلفات دارن افغان‌ها میدونن؟ من تعدادشو نمیدونم، اما کی میدونه؟ ما به خانواده های اونها امتیازاتی میدیم. خانواده های افرادی که شهید میشن در افغانستان برای ایدهشون، برای آرمانشون، ما خانواده های اونها رو تحت پوشش میگیریم. افغان ها در این کشور چند روز پیش هم یک اعتراض بزرگی بود، حق خریدن تلفن ندارن، در بعض جای از مکتب باز ماندن، در جاده و گلوله بسته میشه و پارک بعض جای رفتن هم میتونن، اما چطور میتونن آزارانه برن به جنگ؟ ببینید بازم مفروض های شما خیلی درست نیست. افغان ها، برادران و خواهران افغانستانی ما در ایران می توانند مدرسه برن، مدرسه بزرگسالان برن. 480 هزار دانش آموز ما داریم، 20 و چند هزار بزرگسال داریم که داره آموزش مبارزه با بی سوادی می بینه، مخصوصا خانم های افغانی. 23 هزار دانشجوی افغانی داریم، تعداد زیادی، ما فقط 500 دانشجوی افغانی رو در دانشکده های پزشکیمون داریم آموزش میدیم. ما افتخار میکنیم که بسیاری از مسئولین افغانستانی در دانشگاه های ما درس خوندن. این برای ما افتخاره که در خدمت برادران و خواهران. خب رفتار جمهوری اسلامی طی 4 دهه از حکومت پر از نکبتش با مهاجرین و پناهندگان افغانستانی رو شاید بیشتر از هر برنامه دیگه این ما در هر تلویزیون دیگه این ما در برنامه با هم معرفی کردیم. در طی این 4 دهه خشنترین رفتار نجات پرستانه و عمیقا فاشیستی با کارگر و مهاجر افغانستانی در ایران صورت گرفته و هنوز هم این سیاست بگیر و ببند و اخراج و غیره هست. جمهوری اسلامی وقتی که وارد جنگ ایران و عراق شد، از پناهجویان افغانستانی شروع کرد به عنوان گوشت دم توپ استفاده کردن. جنگ که خاتمه پیدا کرد، همه اونهایی که برده بود به جنگ برگشتن و این بار اوضاع خراب شد، اوضاع اقتصادی خراب شد، معلوم شد که مغز همه اینا رو کار گرفتن.
دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و رقابتاشو به صدور انقلاب و نمیدونم همسایه اسرائیل شدن و غیره سبب شد که جمهوری اسلامی به دنبال سربازانی بگرده که با کمترین مخارج با کمترین هزینه بتونه اونا رو به سرعت ببره در خط مقدم جبهه و به عنوان سنگرشکن به عنوان مهاجم اولیه که معمولا از بین میرن از اونا استفاده کنه. لشکر فاطمیان از اونجا مجددا راه اندازی شد. یه عده با پای خودشون رفتن چون اعتقاد داشتن به جمهوری اسلامی وصل بودن. یه عده فریب میخورن و فکر میکنن که مغشوش شدن و یه عده واقعا به خاطر پول به خاطر وعده هایی که جمهوری اسلامی به اونها داد پا شدن رفتن، مجبور شدن رفتن. انواع فیلماش هست، یعنی کافیه شما سرچ کنید لشکر فاطمیون، انواع اقسامشون میبینید. یکی از کارکردهای بسیار بسیار وحشیانه جمهوری اسلامی استفاده از کودکان بود که من همینجا عکس های اینها سنگ قبر همین جوان هست، بخونید تاریخش رو همینجا بخونید، ببینید جوان چند سالش. بچه از 12 ساله تا 16 ساله رو برد جنگ به کشتن داد که اینجا اتاق فرمان تصاویرش الان داره به شما نشون میده. اون چیزی که محمد جواد ظریف توش گیر افتاده و مجبور چنین مضحک دروغ بگه، ما کسی رو سوریه نفرستادیم و اینا لازم به توضیح نیست، موقعیت خود جمهوری اسلامیه که از هیچ کاریش نمیتونه علنی دفاع کنه، از هیچ کاری، به خاطر اینکه ما به ازای سیاسی و اجتماعی اون معنی جز جنایت علیه بشریت نداره. مهاجر و پناهنده ای که به جمهوری اسلامی پناه آورده، اینجا عکسش الان کنار دست من هست، این جوانیه که دستگیر شده توسط نیروهای مخالف بشار اسد. ویدیو کلیپش هم هست، من واقعا به خاطر اینکه آزار دهنده بود نیاوردم اینجا، وگرنه فراوونه توی یوتیوب و تلگرام و غیره در ابعاد هزار عدد میشه پیدا کرد. اما راجع به اون جنایتی که من میخوام صحبت کنم، عکسش همینجا کنار دست من هست. به این سنگ قبرها نگاه کنید، به این جوان نگاه کنید، این کودکانی است که جمهوری اسلامی به کشتن داد برای اهداف خودش. وقتی که جایی دیگه در سوریه پیدا نکرد، رقیب بزرگتر فیلی به نام روسیه اومد و جایی اصلا برای جمهوری اسلامی باقی نموند، گفت خب با لشکر فاطمیون باید یه کاری کرد. لشکر فاطمیون شد دستگاه جاسوسی جمهوری اسلامی، چه در ایران چه در افغانستان. اینقدر که الان محمد جواد ظریف میگه که به دولت افغانستان میگه از لشکر فاطمیون استفاده کن، یعنی ما رو دخالت بده در اوضاع سیاسی خودتون. اما جمهوری اسلامی فقط این کارو نکرد. به موازات استفاده کردن از نوجوانان و جوانان افغانستانی، به ویژه پناهجو، کسی که پناه آورده به جمهوری اسلامی، با وعده اقامت، با وعده چند صد دلار پول، چندین بار پناهجویان رو برد به سوریه و برگردوند. یکی دیگر از اهداف جمهوری اسلامی رابطه است که با طالبان داره. در اشکال مختلف جمهوری اسلامی با طالبان رابطه داشته، با رهبری طالبان، با جناحهایی از طالبان، لشکر خراسان و کمیته زاهدان و همه اینا هم واقعی هن، هم رهبرانشون در ایران هن، هم توسط سپاه قدس آموزش دیدن، آموزش میبینن و به صورت لوجستیک مورد حمایت قرار میگیرن. این پاسپورت رو نگاه کنید. اینجا داریم ما یک جنایتی رو میبینیم که رسمی و علنی توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره، یعنی یک جریان تروریستیه به شدت ضد بشری توسط سپاه قدس آموزش میبینه، امکانات رفت و اومد براش مهیا میشه، پاسپورتش رو اینجا میبینه، یه نمونش. رهبر
سابق طالبان ملا اختر منصور وقتی که از ایران برمیگشت در بلوچستان پاکستان توسط پهپادهای آمریکایی کشته شد. رهبر طالبان 2 ماه در ایران بود، با مقامات جمهوری اسلامی نشست و برخاست کرد، با خیلی از جریانات دیگه نشست و برخاست کرد، حتی گفته میشه ارتباطات با القاعده و غیره اونجا تنظیم میشد. جمهوری اسلامی گفت آخر وقتی که کشته شد و معلوم شد که این از پاسپورت ایرانی داشته و بعد اصلا عکسش از فرودگاه اسلام آباد در پاکستان که با هواپیما اومد، یعنی اینجوری نبود که همین مخفیانه از زیر سیم خاردار ردش کردن، مجبور شد بگه که عبوری از اینجا رد میشد. 2 ماه عبوری در تهران و جاهای دیگه مشغول فعالیت بود. اینها نمونه هایی است که شما دیدید و من میخوام ازتون که شما که جزو افرادی هستید که به سوریه برده شدید، همین حالا با همین شماره تلفنی که من اشاره کردم به اون، همینجا شماره رو مجددا اشاره میکنم، همین حالا با ما تماس بگیرید. شما میتونید شهادت بدید، بگید با شما چه رفتاری کردن، چگونه شما را آموزش دادن ظرف چند هفته، چگونه به فرودگاه های مختلف در سوریه منتقل کردن و چگونه به جبهه جنگ فرستادن. این کاریست که شما باید همین حالا با ما انجام بدید. برنامه ماست، وقتش به پایان رسیده. به همراه همکارانم در اتاق فرمان از حضورتون باید مرخص شیم، منتظر تماس های شما هستم.